خب سلام و درود فراوان خدمت دوستان عزیزم امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه واقعا امروز بد جور شکه شدم نمیدونم شما دقیقا مثل من توی این شک فرو رفتید یا نه تاریخ لیست و کلا پایان همه سیکن و همه طبق این تایمر داشتیم میسنجیدیم و میگفتیم خب 9 روز دیگه فرصت مونده و خیالمون یه جورایی راحت بود ولی امروز که ما وارد همستر کمبت شدیم یک صفحه جدید یک تصویر جدید اومد روی صفحه نخستین و روی صفحه الان براتون میذارمش و توی اون تصویر نوشته شده که 20 سپتامبر پایان فصل اول همستر کمبت 20 سپتامبر یعنی کی یعنی آقا سی شهریور سه روز دیگه و نوشته که آقا فصل اول تموم میشه تمام دستاوردهای شما داخل بازی تبدیل به توکن همستر میشن برای ارتقای سطح عجله کنید خب این یعنی چی این به این معنیه که بچا قبل این تایمر قرار لیستینگ و اینا فعالیت‌ها کلا بسته بشه و شما دیگه نمیتونید آقا از سی شهری بر به بعد دیلی کومبا را انجام بدید یا کد مرس بزنید یا کلا فعالیتی که داخل بازی میتونستید خب پس در نتیجه ما باید چیکار بکنیم توی این سه روز باقی مونده ببینید بچه همه سر گفته که تمام دستاورداتون تبدیل به توکن همستر میشن و اینجا یعنی یک اشاره به دستاورده کرده که سه روز فرصت دارید انجامش بدید اوکی خب بعد سه روز دیگه کلا هیچ کاری نمیتونید بکنید همونقدر که امتیاز تونستید بگیرید از این بخش بهتون توکن داده میشه خب ما دقیقا باید چیکار بکنیم توی این سه روز باقی مونده توی این سه روز باقی مونده خواهشم بچه دیلی کومبا رو انجام بده توی کانال تلگرام مرتب دارم براتون از همون اول میذارم کد مرس رو هم همچنین تمام بچا این قسمت ارن که اینا بچه بخشی از تکمیل کردن دستاوردها هستن دیلی ریوردز رو فراموش نکنید اینم بسیار مهمه و ما با سکه هامون چیکار بکنیم تنها کاری که ما میتونیم این وسط انجام بدیم اینه که با سکه های باقی مونده یک حرکتی بزنیم که امتیاز بیشتری بتونیم توی این سه روز باقی مونده ما بگیریم خب توی یک از ویدیو بچه من بهتون یک سری نکاتو گفتم توی این ویدیو هم میخوام یک سری نکاتو باز بگم و بسیار بسیار مهمه بهتون گفتم که آقا توی این قسمت اسکین حتما حتما بیاید اسکین ها رو خریداری بکنید فکر میکنم 25 تا اسکین وجود داشته باشه اگه وجود داشت که تا 25 برسونید اگه نداشت حداقل این ستا رو بگیرید بچه نیاز نیست که توی قسمت اسکین ها حتما به سراغ این گرون گرون ها اونایی که 10 میلیون تا 5 میلیون حتما بگیرید حداقل حت توی بخش اسکین ها توی این قسمت دستاوردا سه تاش واسه تیک خورده باشه اوکی باشه ما بقیه کاری که ما میتونیم انجام بدیم بچه پرافیته پرافیت رو باید تا جایی که میتونیم ببریم بالا اگه زیر 3 میلیون هستید که حتما ارتقا بدید این 3 میلیون تکمیل بشه البته بیشترتون بالای 3 میلیون هستید کارتای های لول 15 هم حتما به انتها برسونید میمونه این قسمت آقا ما اینجا دقیقا دقیقاً چیکار بکنیم این قسمت چقدر امتیاز خواهد داشت ببینید بچه روش که ما بزنیم نشون داده که درصد خیلی کمی از کاربرا تونستن به این قسمت برسونن یک تصویرم براتون میارم روی صفحه یکی از دوستان تونست یکی از کارتا رو بگیره همونطوری که من توضیح داده بودم و ببینید توی این قسمت بچه ما دقیقا چقدر نیازه که اونو بگیریم اگه بچه شما سکه تقریبا بالای دو میلیارد دارید حالا ببینید تصمیمش باز میگم با خودتونه ها ولی خب همه سرکومبت هم اومده به بخش دستاورده یک اشاره کرده و پیشنهاد میشه اگه بالای دو میلیارد مثلا دو میلیارد خورده ای سه میلیارد سکه دارید بیاید یه دونه از این کارتا رو بگیرید ببینید فقط در حد پیشنهاد کلا تصمیم گیریش با خودتونه اوکی یه دونه کارت حداقل بگیرید فکر میکنم امتیاز خوبی داشته باشه این قسمت چون کمتر کسی تونسته انجام بده و اکثریت بچه دست دستاوردار رو خوب دارن و اینجوری منطق ما میگه که این قسمت که کمتر کسی تونسته تکمیلش بکنه میتونه امتیاز بیشتری داشته باشه اوکی خب ما بقیه چی چیکار بکنیم با ما بقیه سکا بچا ما کار خاصی دیگه توی بخش آوردان نمیتونیم بکنیم فقط بهتون گفتم اسکینا رو میتونیم ارتقا بدیم یعنی بگیریم و پرافیتمون که فکر میکنم این قسمت دیگه برای اکثرتون تکمیل باشه با اینجا اینم بهتون گفتم و تنها کاری که ما با سکا میتونیم بکنیم اینه که آقا یکی از مهمترین پارامترها و میارای همسته رو تکمیل بکنیم یعنی آقا چی؟ همون پرافیت پرافیت ما میتونیم فقط ببریم بالا اونم با یک سری کارت درست حسابی که قبلا توی یک از ویدیو بهتون نشون دادم پرسودترین و بهترین کارتا کدومن من دوباره امروز میریم سراغش چون واقعا این ویدیو مهمه و توی این ویدیو بهتون نشون میدم همونایی که بهتون نشون داده میشه بچا ارتقا بدید و سکاتون رو پیشنهاد میشه نگه ندارید چون هم بچا هیچ اشاره به سکه ها تا به حال نکرده و توی قسمت امتیاز هم میبینیم که اصلا سکه ها وجود نداره اوکی خب میریم بچه وارد سایت تیجی گیمز دات آنلاین میشیم که قبلا بهتون آموزش داده بودم و ما بقیه مبحث اونجا ادامه میدیم خب ما الان وارد سایت تیجی گیمز دات شدیم و این سایت قبلا توی یک از ویدیو بهتون آموزش داده بودم و با هم دیگه یک نگاه بهش انداختیم امروز دوباره میریم سراغ اون مبحث عناوینش و بچه این سایت سایتی که با جزئیات تمام و کلا آمار درست حسابی تمام کارت های بازی ها بهتون نشون میده چقدر قیمت دارن چقدر سود دارن چقدر میارزن چقدر آقا پرافیت تایش نصیبتون میشه و به لول 25 بخواید برسونید اون کارتون مجموعا چقدر پرافیت گیرتون میاد چقدر آقا سکه باید مصرف بکنید به عنوان مثال ما الان زدیم روی عنوان ارزون ترین کارت برای رسوندن به لول 25 که دیگه همتون میدونید کارت کیوایسیه و کارت های پایینش خب هزینه دو بردارن دارن کارت کیوایسی ببینید چقدر درمیاد لول 25ش از شما جمعا یک میلیارد 50 میلیون سکه میخواد اوکی برافیدی هم که بهتون میده واقعا افتضاح ولی خب برای اون دستاورد که حداقل ما یه دونه رو داشته باشیم بهتون گفتم اگه سکه بالای دو سه میلیارد دارید یک میلیاردش رو میتونید آقا خرج این کارد بکنید و توضیحات لازم رو در موردش دادم دیگه تصمیمش با خودتونه خب بریم سراغ بچه پرافیتمون و ما چی کارش پرافیت رو دقیقا چیکارش بکنیم پرافید یکی از مهمترین پارامتر و امتیاز همسته کنبت از گذشته تا به حال بوده خب اینجا ببینید های مختلف زده مثلا شما میتونید ارزون ترین کارت به گرونترین کارت رو ببینید که ارزون ترین به گیرون ترین خب معلومه پرافیت آنچنانی نداره ولی شما میتونید برای بررسی قیمت ها حداقل بفهمید کدوم کارت ارزون ترینه کدوم کارت گیرون ترینه و کلا قیمت ها بیاد دستتون همچنین میتونید پرسود ترین کارت هم توی یکی از عناوین بررسی بکنید این وریفایش هم هر از گاهی میاد اصلا بهش دقت نکنید توی این قسمت برای اینکه ما بخوایم پرفیت ارتقا بدیم کدوم عنوان رو انتخاب بکنیم شما فقط بیاید آقا سراغ عنوان این Highest PPH یعنی همین بالاترین پرافیت و اینجا بهتون داره نشون میده کارت همستر بانک بعد کارت پایینیش این اینکی تا این پنجتا تا کارت شما میتونید سکاتونو خرجش بکنید و پرافیت خیلی بالایی دارن همستر بانک ببینید توی لول 25 که آخرشه تا اون لول شما بخواید برسونید یک میلیون و دیویست هزار پرافیت کلا گیرتون میاد و هزینه که برای رسوندن به لول 25ش وجود داره 3 میلیارد و خورده ایه که واقعا رقم زیادی هم هست ولی کارت های پایینش رو ببینید چقدر اختلاف دارن البته همون قدم قیمتشون شما با یک میلیارد مثلا کارت پایینش رو میتونید برسونید و نزدیک نیم میلیون هم پرافیت ازش دریافت کنید حتما وارد این سایت بچه بشید و کارتا رو ارتقا بدید آقا سکه هاتون رو من پیشنهاد میکنم نگه ندارید هرچند میگم باز تصمیمش با خودتون خدای نکرده فردا نگید که نمیدونم سکه ها ارزش داشت برای چی گفتی که بسوزون و فلان هدف من آقا راهنمای منطقیه و با منطق باتون صحبت میکنم بتونم نشون دادم که همستر کومد. اصلا خودتون میدونید هیچ اشاره به سکه نکرده و الان رو برای چی نگه داریم خلاصه این بود توضیحات بهتون گفتم توی بخش دستاورده چی کار بکنید اسکین رو یادتون نره اول برید سراغ اسکین و بعدش ما بقیه ماجرا و کلا، اون لول 25 هم دیگه بستگی داره چقدر شما سکه دارید ما بقیه سکات رو میتونید خرج پرافیت بکنید پرافیت مطمئن باشه امتیاز خیلی بالایی خواهد داشت بچه اگه ویدیو رو پسندید لطفا لایکاتون رو بزنید برای دوستاتون حتما حتما بفرستید لینک ورود به این سایت و کانال تلگرام توی دیسکریپشن براتون گذاشته میشه نظری هم دارید راجع به همه استر کمبت آقا بنویسید بمونه به یادگار خلاصه خیلی مخلصیم این سایت رو فراموش نکنید آقا تا ویدیوی بعدی بدرود